رضا شاه در عمر 67 ساله خود 5 بار ازدواج کرد که همگی اونها پیش از رسیدن به مقام شاهنشاهی بود. حاصل این ازدواج ها 12 فرزند بود، اما محبوب ترین همسر اون عصمت الملوک بود که ماجرای آشناییش با رضا شاه و ازدواجشون بسیار پرحاشیه بوده. که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. عصمت الملوک دولت شاهی زاده 1284 در کرمانشاه و در گذشته 3 مرداد سال 74 در تهران آخرین همسر رضا شاه بود که نسبی قاجاری داشت. عصمت از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود و رضا شاه علاقه فراوونی به اون داشت. عصمت الملوک میگه مادرم هم گوهر ملوک نام داشت. اون مدت کوتاهی بعد از به دنیا آوردن آخرین فرزندش در اثر بیتوجهی پزشکان و نبودن امکانات پزشکی در شهرستان ملایر در جوانی فوت کرد و در قم به خاک سپرده شد. برادر اون حسام السلطنه پیشکار ناصرالدین شاه و از استادان طراز اول موسیقی سنتی در ایران بود. اون ضمن آشنایی با همه سازهای ایرانی در نواختن ویولن استاد بود. مدتی معلم موسیقی محمد حسن میرزا ولیعهد بود. از حسام السلطنه یه پسر به نام فریدون باقیه که حالا در بلژیک زندگی میکنه. مادر حسام السلطنه خانوم ابتهاج السلطنه نام داشت و خوشخط بود. 2 خواهر و 2 برادر داشتن. خواهر بزرگترم اشرف السلطنه همسر سرهنگ پاشا خان مبشر در سفر به موریس با من همراه بود. خواهر دیگرم عزت کوچکتر از من بود و خیلی دوست داشت به عقد پسر عموش در بیاد. 2 برادرم احمد میرزا و عباس میرزا رو رضا شاه برای تحصیل به خارج فرستاد. یکی در دانشگاه وستمینستر انگلستان و دیگری در سنسیر فرانسه تحصیل کرد. وقتی که به ایران برگشتن، متاسفانه هیچ کدوم عاقبت به خیر نشدن و در نتیجه اعتیاد به تریاک و الکل درگذشتن. موقعی که 13 یا 14 ساله بودم، خواستگاران زیادی داشتم که یکی از اونها سردار سپه بود. خواستگاری اون از من از طریق کریم آقا و خواهرزاده و همسر برادر سردار سپه انجام گرفت. پدرم هم به جهت روابط صمیمانه‌ای که با سردار سپه داشت، مایل بود از بین خواستگاران متعدد با اون ازدواج کنم. یک بار از طریق یکی از زنان پیر فامیل به من پیغام فرستاد که تو خواستگاران زیادی داری، اما سردار سپه از همه با قدرت تره و بهتر با ایشون ازدواج کنید. اتفاقا در همون زمان پدرم حاکم ملایر شده بود. ما هم به ملایر رفتیم و در اون شهر بود که مادرم دار فانی رو ودا گفت. موقعی که به تهران برگشتیم گفتم ما عزاداریم و من فعلا نمیتونم ازدواج کنم. ولی عده‌ای از نزدیکان از قبیل زن عمویم و دیگران اصرار کردند که حتماً باید قبول کنی. در وضعی بودم که از ازدواج می‌ترسیدم. من حتی یک عکس هم از سردار سپه ندیده بودم و نمی‌دونستم آیا اون هم منو دیده بود یا نه. ولی چون پدرم خیلی از رضا خان تعریف می‌کرد و می‌گفت اون مرد با استعداد و خوبیه، من هم نتونستم حرفی بزنم و توصیه اون رو گوش کردم. ماجرای ازدواج رضا شاه با عصمت الملوک اینطوری بود که رضا خان تنها 6 بعد از جدایی از توران به دلیل کسب اعتبار بیشتر در جامعه دختر یکی از خاندانهای قاجاری رو برگزید و به عقد خودش درآورد. این دختر عصمت الملوک دختر غلام علی مجلل و دوله دولت شاهی از رجال بزرگ عصر قاجار بود. در سال 1302 شمسی یک روز رضا خان ضمن مذاکره با سرهنگ پاشا خان اظهار داشت که شنیدم همسر شما خواهر شایسته‌ای داره و من تصمیم به ازدواج با اون گرفتم و میل دارم شما در این باره اقدام کنید. سرلشکر خدایار و سرهنگ پاشا خان بیدرنگ با خواهر همسر خود دوشیزه عصمت الدوله دولت شاهی و شاهزاده مجلل الدوله در این باب مذاکره کردند. بعد از تهیه مقدمات امر مراسم عقد و عروسی در منزل ابتهاج السلطنه مادر بزرگ دوشیزه عصمت انجام یافت. عصمت الملوک میگه شب عروسیم تا
تاج الملوک دم در حیات ایستاده بود و چون از موضوع خیلی ناراحت بود مرتب فحش میداد و جیغ میکشید. اون نمیخواست هوو داشته باشه. چند نفر رو هم با خود آورده بود تا به نحوی مجلس عروسی رو به هم بزنن، اما سردار سپه متوجه شد و به چند سرباز دستور داد اون رو از مجلس خارج کنن و به خونش ببرن. عصمت الملوک از سال 1302 که وارد دربار شد تا تاجگذاری رضا شاه در سال 1305 سه فرزند به نامهای عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا و سالهای بعد دو فرزند دیگه با نامهای فاطمه و حمید رضا به دنیا آورد. رضا خان هیچ وقت با زن زندگی نمی کرد. روزهای پنج شنبه نیم ساعت بعد از ظهر نزد عصمت می رفت و از اون دارای پنج فرزند شد که باعث حسادت بیشتر تاج الملوک شد. رضا خان بعد از تولد علیرضا دیگر با مادر محمد رضا رابطه زناشویی نداشت و احتمالاً علتش خشونت تاج الملوک بود که بعد از رسیدن به مقام سلطنت برای رضا خان تحمل ناپذیر بود. عصمت تا زمان انقلاب زنده بود و 78 سال داشت. در زمانی که تنها زن رضا خان تاج الملوک بود، اون در دربار بانوی صالح آرام بود، اما بعد از توران دستبندی و جنجال بین تاج الملوک و عصمت پدید اومد. عصمت الملوک دولت شاهی به هنگام تبعید رضا شاه همراه اون به جزیره موریس رفت و بعد از چند ماه به تهران برگشت. فردوست نقل میکنه: زمانی که من به دربار وارد شدم، هجوم مادر محمد رضا به عصمت در اوج بود. ندیمه های مشهدی مادر محمد رضا شاه به دستور اون با چوب و چماق به ساختمان عصمت حمله می کردن. به محض اینکه عصمت از حمله باخبر می شد، درهای ساختمان رو قفل می کرد و خود در اتاقی مخفی می شد و از اونجا به رضا خان خبر می داد و مشهدی ها با دیدن رضا خان فرار می کردن. با همه این مسائل رضا خان احترام تاج الملوک رو داشت و اون هم به خاطر ولیعهدی محمد رضا بود، ولی عصمت رو دوست داشت و بعد از رفتن به جزیره موریس از اون ملتمسانه خواست که نزد اون بمونه، ولی عصمت بیوفایی کرد و بعد از یکی دو ماه برگشت. اما پسران و دخترانش تا مرگ رضا خان نزدش بودن. با خروج رضا خان از ایران، جدال بین تاج الملوک و عصمت هم خاتمه یافت و اون ترتیبی داد که عصمت رو از کاخ گلستان بیرون کنن و اون هم که درویش مسلک بود تا زمان انقلاب در خانه‌ای در خیابان سعدآباد زندگی میکرد. عصمت الملوک آخرین و محبوب ترین همسر رضا شاه بود. سادگی و حرف‌شنوی اون باعث شد که این محبوبیت همچنان تا پایان عمر رضا شاه حفظ بشه که باعث حسادت تاج الملوک شد. عصمت الملوک بعد از انقلاب 57 در تهران موند و در سوم مرداد سال 74 در سن 90 سالگی درگذشت و در قطعه 37 ردیف 91 شماره 25 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو و کانال داستان‌های ایران زیر همین ویدیو کامنت کنید. ایام به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.